یه چیزی یادم اومد، یه فرمایشی وقت مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه داستانی نقل کردن، هم یادی از ایشون شده باشه در این شب عید، هم مجلس ما نورانی بشه به نام ایشون. انشالله ایشون هم اونجا برای همه ما دعا میبره. فرمودن یه عالمی بود در قوم، ظاهران اسمش رو نفرمودن، همینطور یکی از علمایی، ایشون یه ده از علاقمندان باش از بازاری ها و تجار تهران، یه هیئتی بودند، اینا خیلی علاقه داشتند به ایشون، میومدن زیارت حضرت معصومه، بر خودشون لازم میدونستن که خدمت ایشون هم برسند و از حضور این عالم هم استفاده کنند. اون وقتا حالا باز زمیمش این حاشیهش عرض بکنم که اون وقتا نصف برق و اینا بوده و نه وسایل و اینا اینجور فراهم بوده که معمولا اول غروب مغازه ها میبستن و دیگه خرید فروش و رفتان اینا همه چی. شهرم تاریک بوده، یه فانوس هایی بود، من بچه بودم یادمه، نزدیک غروب میمدن نفتش یک چیز ظرف نفت میریختن توش و روشن میکردن تا صبح این روشنای کوچه و بازار و خیابان برق نبوده. ما در یه همچون موقعی این هیئت از تهران را افتادن اومدن قم و اتفاقا مشکلی هم پیش اومد، دیر رسیدن، شب گذشته بود که رسیدن قم. وقتی اومدن خب میدونم چیکار کنیم اینا، گفتم میریم منزل آقا، همین آقایی که بهش علاقه داشتن. اومدن در خونه آقا منزل ایشون در زدن و ایشون بیرون اومد و سلام علیکم تعارف کرد که بفرمایید. گفتم ما ادمون زیاده، بالاخره بود او در بایستی و حالا اینا بگو چی بگه به ایشون رسیدن اینجا، بفرمایید حالا کاری میکنیم. بالاخره نامدن تو و نشستن و موقع شام خوردن بود، رفت به این آقا پیش خانمش که هیچی تو منزل داریم برای پذیرایی اینا، ده بیست نفر هیئتی هستن اینا. گفت من یک کته دو نفری درست کردم برای خود من و خودم و شما، هیچ چیز دیگه هم نداریم تو خونه. اون آقا گفت وقتی میخوای بکشی من صدا بزن صاحب خونه. ما در این گفتگوی کردن و خوش و بشی و احوال بسی و صحبت و اینا، خواستن این بالاخره باید سفره بدنزن. خانمش گفت که من دیگه حالا دیره شام بخورم، گفت یه پارچه، اینم ایشون گفتن، پارچه آب ندیده بیار. رفتم یه پارچه نوی که هنوز شسته نشده بود اینا، استعمال نشده بود شده، آوردم و ایشون درم دیگه که برداشت این پارچه را کشید روی دیگه و سه مرتبه دستش را اینجور کرد، علی بیان خیر البشر و من عبا فقط کفه دوستان. گفت غذا رو کشید، ایشون غذا رو کشید، همه اونها خوردن سیر شدن زیاده نمید. نهای بحجت نمیگرده قصه. بالاخره این ذکرات فضیلت امیر المومنین رو توسل به نام علی، اسم امیر المومنین برده بشه. بله افسوس که ماها و امثال بنده که باید بیشتر از این برکات استفاده کنیم غفلت داریم.